خیلی ممنون جناب آقای دکتر کامسری. من خیلی مقدم میگم خدمت جناب آقای عرفان قانعی فرد عزیز. قبل از اینکه بریم خدمت آقای دکتر بابک سرخپور، ایشون یه برد به بحث داشته باشن و بعد که آقای کاوه موسوی هم یه استراحت کوتاهی بکنن که بعد بریم آقای دکتر بابک سرخپور هم بشنویم. جناب آقای عرفان بفرمایید، در مورد مقاله هم که حالا نوشتید اگر که یه برد به بحثی هم داشته باشین در بالا پین کردم ممنون میشم، بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم، خیلی ممنون، صدامو دارین به صورت واضح آقای کیان؟ بله بله جناب آقای نفر، بله بفرمایید. خیلی ممنونم، با تشکر از بقیه دوستان عزیز، خصوصا جناب موسوی نازنین. من جسارت نمی کنم، خیلی مزاحم نمیشم، فقط این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که سه تا نکته این چند روز مطرح شده راجع به مرکز ضد تروریسم که بنده هم یه مطلبی نوشتم در گویا نیوز، همین چند دقیقه پیش منتشر شده و توی نشنال کانتر تروریسم سکیوریتی آفیس لندن همکار بنده اونجا. معمولاً اگه کسی پرونده‌ای از طرف نهادی قضایی بهشون داده بشه بررسی میکنن. فعلاً یه گزارش یا ریپورت به اونها داده شده، نه از طرف دادگستری بلکه از طرف چند فعال حقوق بشری و به صورت خیلی مستدل خدمتتون عرض بکنم که معمولاً وقتی ریپورت داده میشه خارج از نهاد دادگستری، حالا بنده کارم حقوق نیست ولی در کار ما اینطوری هست که معمولا وقتی رپورت داده میشه انوستیگیشن صورت میگیره یا تحقیق و بررسی، ولی اگر دادگستری ارجاع بده معمولا اون موقع میره بخش آنالیز و اونجا در واقع تحقیقاتی دیگه میشه برای قاضی. فعلا انوستیگیت هست راجع به مهاجرانی، این خبر موثقیه که من خدمتتون عرض میکنم. مرکز ملی ضد تروریسم بریتانیا هم خب فعلا متوجه این مسئله شده که این شخص هم تشویق به تروریسم کرده، هم برای توسعه تروریسم اونم از نوع اسلامیک تروریسم فعالیت داشته. و در امریکا ریپورتی که درباره ایشون هست، در واقع سفریه که به امریکا داشت و در مرز وزارت امنیت داخلی امریکا یا Department of Homeland Security DHS میخواست اصلا ویزاشو باطل کنه در فرودگاه. چرا؟ چون افسری که میخواست بازرسیش بکنه ایشون به تریش قباش برخورده بود و فکر کرده بود هر کی وارد امریکا میشه بازرسی بدنی نمیشه یا مثلا از اون دستگاه رد نمیشه. اعتراض کرده بود، چیزی گفته بود و در حال اینا میخواستن ویزاشو همون لحظه باطل بکنن و این حرفا، که خب نشد. حالا چند تا تلویزیون اصلاح طلب در لندن هست متاسفانه و بدبختانه که با پارتی بازی باند بازی قهوه خونه‌ای کار میکنه و واسه همینه که شما چهره های تکراری میبینید که خلائق با مشعشعات فکری اینها معمولا آشنا میشن و روبرو میشن. و یکی از اون تلویزیون ها هم در اختیار یکی از معاونین سابق همین آقا، یعنی اصغر رمضان پور هست و یک لیست سانسور دارن که مثلا آقای کاوه موسوی سانسور بشه، مثلا آقای مثلا احمد دعوت بشه یا مثلا عرفان سانسور بشه، خانم مثلا مریم دعوت بشه. و یعنی همون تفکری که در ایران داشت برای ممنوع القلم کردن و سانسور کردن، همون رو هم در این تلویزیون داره پیاده میکنه. حالا کاری به مسئله من ندارم، ولی از نظر شخصی من معتقدم این تلویزیون ادامه دهنده همون تلویزیونی است که کروبی میخواست در دبی راه بندازه. حالا شما دوست دارید شایعه وابستگی این تلویزیون به عربستان رو باور بفرمایید، اون دیگه به خودتون ارتباط داره، ولی من نظر شخصیم رو عرض کردم. حالا بریم سر مهاجرانی. ایشون به راحتی در هر مرکز ضد تروریسمی، چه در امریکا چه در لندن، حالا همکارای من خیلی راحت میتونن در بیارن. نکته اول، دفاع متعصبانه از یک تروریست به اسم قاسم سلیمانی. دو، تمجید از حسن نصرالله است، رهبر حزب الله، حتی حاضر شد اون عکس فیروز خواننده رو جعل بکنه. از هادی مکر تروریست حمله ور به سلمان رشدی حمایت کرد. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که در سال‌های 1369 تا 1377 رخ داد، که خب دوران خاتمی در 76 تا 84 بود، بنا به رسانه‌های اصولگرا ایشون در روزنامه اطلاعات با سعید امامی رابطه داشته و دیدار داشته. 5،
هیچ وقت برای نویسنده های مانند احمد میرعلایی، احمد توسلی، پرویز دوانی، سعیدی سیرجانی یک کلمه حرف نزده. و در دوران وزارت ایشون، یعنی از مرداد 76 تا آذر 79، این قتل ها رخ داده. یعنی ایشون به ظاهر زبانم لال وزیر فرهنگ بوده، ولی فرهنگی ها کشته شدن. 6، برای فعالیت های تروریسم اسلامی و دستگاه تروریستی سپاه پاسداران و سپاه قدس ابراز شوق میکنه. چندین توییت درباره ایشون مستدل و مستند هست. 7، از بلوای 57 و به قدرت رسیدن خمینی یاد میکنه. فراموش هم نکنیم که خمینی در به عبارتی خودش در خرداد 58 که الان دوستان برن گوگل بکنن، در جلد 8 صحیفه خمینی صفحه 134 میگه که مدرس به خمینی گفته هم شما دزدی هم آدم کش. من که نگفتم، آقای موسوی که نگفته، مدرس به خمینی گفته و خود خمینی رو تو سخنرانیش گفته، ولی این آقا مرتبا از خمینی داره دفاع میکنه. 8، از برنامه های موشک پرانی بمب اتمی رژیم دست مریضات میگه، هورا میکشه. 9، از یه تروریست به اسم انیس نقاش ذکر خیر میکنه، همون کهنه تروریستی که جنبش فتح خواست شاپور و بختیار رو ترور بکنه و نتونست انجام بده. 10، در سانسورکده بی بی سی فارسی همیشه تریبون داره دائم و مخالفان رژیم ملاها رو دلقک و منحوس مینامه. 11، برای ابراهیم رئیسی در روز تحلیفش کتاب هدیه میفرسته. 12، در تمام نوشته‌هاش مروج خرافات و موهومات شیعه‌گری بوده. حتی مثلا در یه توییتی به دراویش گنابادی گفت داعشی. 3 بهمن 1396 یعنی حدود مثلا 4-5 سال پیش. 13، یک کینه عجیب و غریب نسبت به امریکا داره و حتی حاضر شد از طالبان دفاع بکنه برای امریکا. در 15 اوت 2021 این 13 مورده که هر مرکز ضد تروریسمی، هر کارشناسی، هر تحلیلگری این جلو دستش باشه متوجه میشه که این آدم تروریسته. همین سادگی. تروریست فقط این نیست که من بمب بردارم، اسلحه بردارم، بیفتم به جان کسی. اگر تبلیغ تروریسم بکنم، من به عنوان حامی تروریسم شناخته میشم از نظر کار ما. از نظر کار حقوقی، حقوقدان‌ها حرف بزنن، وکلا حرف بزنن، بنده صلاحیت و مشروعیت صحبت در این باره ندارم. ولی تو کار ما معمولا کسی که تبلیغ تروریسم میکنه رو هم سعی میکنیم به قاضی بگیم. حالا دیگه قاضی تصمیم با خودش. و این مهاجرانی در 30 مرداد 68 تا 29 مرداد 76 یعنی هلوهوش 8 سال ایشون معاون حقوقی مجلس ایران بوده. آیا عقل سلیمی در این اتاق هست که باور بکنه عملیات تروریستی وزارت اطلاعات و سپاه در خارج از کشور رخ داده و معاون حقوقی مجلس جمهوری اسلامی متوجه امر نبوده؟ اگه کسی همچین چیزی هست به روانپزشک مراجعه بکنه. من بعید میدونم دوستان نازنینی که در این اتاق هست در واقع تفکرشون اینطوری باشه. نکته دیگه ای که خیلی جالبه، پول تحصیلش رو همین فرزند دکلدوزش از عربستان گرفت. در بی بی سی فارسی اومد وعده داد که به زودی میاد دربارش روشنگری میکنه. در 21 ژوئن 2015 آیا شما دیدین تا حالا حرفی بزنه؟ همین فرزندش دوست جانی جانی علی جنتیه، وزیر تروریست ارشاد اسلامی کابینه حسن روحانی. من نمیگم تروریست، خودش تو خاطرات خودش منتشر کرده که کارش بمبگذاری بوده در لبنان و آموزش دیده پیش تروریستای فلسطینی. من نگفتم، کاوه موسوی نگفته، این خودش داره میگه تو خاطرات خودش. بنابراین برای همکارانم در مرکز تروریسم لندن آرزوی موفقیت میکنم. و این شخص، همه میدونن که خمینی سواد، دانش، تحصیلات و مطالعه کتاب آیات شیطانی رو نداشت. مثلا نمیدونه آیات شیطانی چند فصله. خیلی از افرادی که درباره آیات شیطانی حرف میزنن و سلمان و رشدی حرف میزنن کتاب رو نخوندن. من این چند روز دقت کردم، این چند روز تمام کلاب هاوس رو سعی میکردم یه ریپورتی تهیه بکنم که نظر کلاب هاوس فارسی راجع به سلمان رشدی چی هست. متاسفانه 90% جامعه ما کتاب رو نخونده، تعارفم که نداری نخوندن. همین مهاجرانی با عقده و کینه و فتنه تو روزنامه‌ها میومد راجع به سلمان رشدی مینوشت و بیت خلیفه اسلامی شیعیان خمینی اومد و این حکم رو صادر کرد. و مهاجرانی همین نوشته‌هاش رو اومد در این کتابی به اسم
توطئه آیات شیطانی منتشر کرده. من نمیدونم اگر پروردگار عالمیانی وجود داره، اگر ایشون بیکار هست که مثلا مدافعش بشه کسی مثل خمینی. این واقعا پروردگار عالمیانی آدم حسابی دیگه نداره به اسم مهاجرانی باید بیاد ازش دفاع بکنه. این چه جور دینی است که با 1400 سال سابقه باید یه مدافع تروریست مثل عطاالله مهاجرانی ازش دفاع بکنه؟ وا ویلا به اون دین. و بعد در روزنامه لس آنجلس تایمز در 1997، در 13 آگوست 1997، کاملا FBI افشا کرد که محرک اصلی خمینی برای حکم سلمان رشدی همین آقا بود. و مرتبا در حرفاش، چه در بی بی سی فارسی چه در روزنامه اطلاعات ایران، ایشون میگه حد که بنیاد آیین اسلام. آخه من نمیفهمم این حد که بنیاد آیین اسلام سلمان رشدی انجام داده یا شخص متجاوز به مهسا یوسفی دلدار. اینو کسی بر من روشن بکنه. همین کسیه که پلیس تهران در جلوی آپارتمان همین مهسا یوسفی دلدار که الان نمیدونم کجاست و اگر هست امیدوارم بیاد پاسخ بده، اومد کفشای مهاجرانی رو برداشت و فردا صبحش با دمپایی ایشون رفت سر کار. این دیگه که من که نگفتم که همین آقایی که پلیس سابق آگاهی تهران بوده در نروژ در سال 2019 خاطراتش اومده بیرون، اینجا رو اینا رو گفته. به هر حال من مطمئنم که اگر این پرونده به دادگاه انگلستان ارجاع نشه، مایه ننگ دموکراسی انگلستان خواهد بود. بیشتر از این من جسارت نمی کنم، مزاحم اوقات دوستان نمیشم. اینا فقط چیزایی بود که از نظر تحلیل ضد تروریسم من خدمت این دوستان عرض کردم. دیگه مراتب حقوقیش جناب کاوه موسوی اینجا هستن، بنده جسارت نمی کنم. راجع به مسائل دیگرش هم بقیه دوستان بسار نظر بکنن، منم خوشحال میشم که یاد بگیرم. اگر کم و کسری بود خیلی معذرت میخوام. عرض ادب بود. خیلی ممنون جناب آقا. ابداً جای عرفان جان، ابداً جای معذرت نیست. خیلی من خودم خیلی استفاده کردم. قرارمون بود که بعد از این که من از اداره جنایت جنگی برگردم باهات صحبت کنم و خیلی عذر میخوام چون خیلی متاسفم. من با تیم شب صحبت میکنم بعدن، چون یکی دو مطلب گفتی که باید من راهنمایی کنی. خیلی ممنونم ازت. خواهش میکنم بمون چون احتمالا مطالب دیگه خواهد بود. مرسی، سپاسگزارم جناب موسوی. من واقعا خیلی صادقانه خدمت دوستان میگم، آقای کاوه موسوی هم از زمان دانشجویی منو میشناسه و من موقعی که وارد انگلستان شدم در دانشگاه بیرمنگام یه دوره‌ای بود برای زبان تاف. اون موقع رسم بود دانشجوها رو میفرستادن آکسفورد که اونجا امتحان آیلتس بدن، نه اینکه از ایران امتحان آیلتس بدن. این موضوع برمیگرده به سال 2001 و من برای اولین بار آقای کاوه موسوی رو در آکسفورد دیدم. در بخش دانشجویی بود و من نمیدونم اونجا آقای کاوه موسوی آیا واقعا در بخش آموزش کار میکرد یا چیز آموزشی بود. من برای اولین بار آقای موسوی رو اونجا دیدم که اون موقع خیلی جوانتر بود و اینا، ولی جسارتاً عرض بکنم موی سرش تغییر نکرده بود، همونی بود که الان هست. و بعدن که من فارغ التحصیل شدم سال 2015 من برای تحقیق دوره رفتم دانشگاه لندن که اونجا دوباره آقای موسوی رو زیارت کردم و دیدمش و اینا. و بنابراین شناخت من از آقای موسوی برمیگرده به سال 2001 که الان 2022 هست، یعنی 21 ساله که من افتخار آشناییشون رو دارم. به هر حال اگر جلوی ایشون بنده اساءه ادبی کردم، جسارتی کردم، من واقعا سواد حقوقی ندارم، ولی در کار خودم، در کار ضد تروریسم، معمولا ما به نکاتی اشاره میکنیم که این نکات رو بشه به قاضی ارائه داد، نکاتی رو به اشاره میکنیم که معمولا بشه در هر دادگاهی به صورت مستند ارائه داد. مرکز ضد تروریسم امریکا هم که بنده افتخار دارم روش کار میکنم با انگلستان روابط روزانه و ساعتی داره. بنابراین افرادی که در مرکز ضد تروریسم انگلستان کار میکنن با ما در ارتباطن، ما با اونا در ارتباطیم، چه فرانسه، چه بلژیک، چه اسپانیا، چه هر کدوم از بخشای اتحادیه اروپا. و این شخص همه میدونن چیه داستان و بنده هم الان توییت کردم، دوستان محبت کردن، لینک گویا رو اینجا گذاشتن و من تصور میکنم دوستان یه خود مطالعه بکنیم راجع به تصویر که بفهمیم در این تصویر چه رنگهایی وجود داره، بعد اون وقت راجع به تابلو اظهار نظر بکنیم. این رو خیلی جسارت میکنم به خدمت دوستان عرض میکنم، چون تا ما با به کنه مطلب زمانی متوجه میشیم که جزئیات قضیه رو
بدونیم که چرا این شخص مدافع تروریست است، به نام کدوم سند. وقتی سند رو ارائه بکنیم، اون وقتی که دوستان بهتر در تحلیل‌هاشون میتونن به اصطلاح وارد بشن. بنده بازم جسارتم رو ببخشید از اول.